ما چی کار داریم به عربا؟ حرف حسابی که دیگه عرب عجم نداره. ببخشید جدول ضرب دو دوتا میشه چهار تا، ای دیگه عرب عجم داره، ای دیگه ترک و فارس داره، ای دیگه غرب و اروپایی داره، همه عالم دو دوتا میشه چهار تا، حرفای اسلام دو دوتا چهار تاست، ای دیگه کاری با عرب عجم نداره که. خجالت باید بکشن بعضی اینجوری نسبت به اسلام نگاه میکنه. حضرت ابراهیم نیومده با ستاره پرست ها اینجوری برخورد کنه که شما حق ندارید دوست داشته باشید و سرکم. من دوست ندارم. الان من دارم به شما میگم، من دارم میگم جوانی که میخواد از اسلام بره بیرون، بره بیرون، این جاده، این گو و اینم میدان، یا علی را باز و جاده هم دراز، بسم الله. اما یه سوال، با کدوم استدلال میخوای بری که منم دنبال تو بیام؟ تو بیا فرشته ی نجات من بشو. شما که میگی من به نتیجه رسیدم زرتشتی بهتر از اسلامه، این نتیجه‌ای که تو بهش رسیدی برای من خیلی مقدسه، خیلی محترمه، بی زحمت منم قانعم کن، دستتم میبوسم. اسلام کجاش عیب داره به منم بگو، اسلام کجاش اشتباه گفته به منم بگو، کدوم آیات قرآن رو میشه زیر پلش بزنی به منم بگو. قال لا احب العافین، من دوست ندارم. یه جوانی اومد به من گفت میخوام مسیحی بشم، گفتم اگر کلیسای جایی هم سراغ نداری من سراغ دارم برات می نویسم، به کشیش کلیسا که آقا طور به حضرت عیسی ابن مریم قسم دیدیم این یکی از ما قبول کنید بفرم. گفت چرا؟ تا چند سالته؟ گفت 28. چند بار پا تو مسجد گذاشتی؟ هیچ. چقدر نماز خوندی؟ گفت یک بارم پیشانیم رو مر نماید. گفتم تو که به درد پیغمبر ما نخوردی به درد عیسی هم نمیخوری، تو که مسجدش نیومدی کلیساش هم نمیش، تو به چه درد اسلام خوردی که حالا میخوای قهر کنی واسه؟ بسم الله. سلمان قهر کنه باید عزای عمومی اعلام کنی. راستی راستی حیف سلمانه بره، ولی حالا من مثلا با اسلام قهر کنم، من به چه دردی میخورم مثلا؟ حالا چه گلی سر اسلام ریختم که حالا من نمیخوام مسلمون بشم؟ بسم الله. یا به کلیسا من مینویسم آقا این مسلمون بنجلو تو رو به امام حسین شما قبول کنی، که اگه قرار شد آبرو هم بره، آبرو پیغمبر ما نره، بگن مسیحیه رو ببین چنه اینجوریه، نگن مسلمان اینجوری. خب قال الله احب العافین، رو قصه رعا صحبت میکردیم که عصبه هم چشش بازه هم مردم رو چشمشونو باز میکنه، خیلی مهم. اگر کسی بخواد دنبال عصبه بره اول باید چششو باز کنه، چشتو باید باز کنه، را رو باید ببین. تو نگاه و نظر قرآن حرفایی داره، اجازه بدید من یکی یکی بخونم. قرآن میگه گاهی نگاه عادی و معمولی، خیلی ها به آیات قرآن معمولی نگاه میکن. تو سوره مبارکه یه توبه آیه 127 قرآن میفرماید و ازا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعض، تا آیه ای نازل می شد منافقین و یه سری که خودشون رو جز صحابه می دونستن، که من با سند عرض می کنم که خود اهل سنتم روایاتشو نقل کردن، تا یه آیه ای نازل می شد به خصوص در شأن امیرالمؤمنین می رفتن پیش اون منافقین می گفتن دوباره پیغمبر خیش و قنبازیش گل کرد، دوباره داره تعریف از علی میکنه، دوباره دروغا را داره سر هم میبافه.
خودشون میگن ها، سند دارم من، من با سند حرف میزن. اونی که شمشیر زد علی ابن ابی طالب بود. و آقایون دانشجوی بیچاره مظلوم میرن تو دانشگاه، یه مش استاد دانشگاه بیدین سر کلاس میان به جا تاریخ اسلام، تاریخ طبری سنی متعصبی که هر وقت نماز میخون لعنه به علی میکرد رو به عنوان تاریخ اسلام دارن تزریق میکنن تو مک دانشجو. و به استاد دانشگاه میگم آقا اگه کسی خواست حرف بزنه باید یه حرفی بزنه که دشمن و مخالف هم بپذیره. تو هر چی داری از عمر تعریف میکنی با اسناد خودشونه، ما هر چی از علی تعریف میکنیم با اسناد اهل سنته، تو هم هر چی از عمر تعریف میکنی با اسناد شیعه بگو. سنی ها که قبل تعریف میکنن، ما اگر از علی تعریف میکنیم تعریفایی که سنی ها گفتند و میگیم، مسیحی ها گفتند و میگیم، شیعه که خب بعد از علی تعریف میکنه. کی میگه ما سمن ترشه؟ تو یکی از حرفایی که از ایشون میگی که امیدوارم هر کی دفاع از اینا میکنه با همینا محشور بشه. خب بس یه سند خودمونم بگو، بگو شیخ صدوق گفته، او اصول کافی داره، بگو در وسایل شیعه شیعه است، اینجا تعریف کرده. ما اگه تعریف از علی میکنیم اینجوری میگیم دیگه. عمر ابن خطاب میگوید 12 خصلت دارد علی، هر کس منکرش بشود کافر است. مستند داره. یک مولود کعبه است، داماد پیغمبر است، آیه مباهله و آیه تطهیر در شأن او. ما داریم میگیم عمر ابن خطاب از علی تعریف کرده، اینم سندش. آقای استاد دانشگاه بی دین بی سواد اگه خواستی تعریف بکنی اعتقادات اونا رو حالی جوانهای امروز مظلوم بکنی با اسناد خودمو حرف بزن، نه با اسناد طبری و صحیح مسلم و بخاری. بگو این حدیث که میگم وسائلشی. تو میخوای تعریف کنی از دشمن علی؟ بگو تو نهج البلاغه، تو نهج الفصاحه، تو صحیفه سجادی، در فلان کتاب شیعی اینجوری گفتن. تو ما بگیم خب دیگه، پس دیگه حرفی بله نیست. ما داریم میگیم آقا حرفای ما دلیل داره. ما اگر میگیم وضو رو اینجوری بگیریم، حالا آقا چارو میره توی عمره و توی حج، آقا سنی زده میشه و برمیگرده و به اعتقادات خودش شک میکنه، ما سند داریم از خود همینا که ابوبکر تا زنده بود مثل ما شیعه ها وضو میگره با اصل خودش، عمر ابن خطاب تا زنده بود مثل ما وضو میگرفت، عثمان تو 10 سال اول حکومتش مثل ما وضو میگرفت. تغییر وضو که به اینجا حالا رسیده، شیعه اینجور وضو میگیره، سنی اونطور وضو میگیره، تغییر وضو از زمان عثمان شروع شد. به اونا بگو چرا تغییر دادید، به ما شک میکنی؟ ما مثل پیغمبر وضو گرفتیم، ابوبکر هم مثل پیغمبر وضو گرفت تا مرد، عمر هم تا زنده بود مثل پیغمبر وضو گرفت، از زمان عثمان شروع شد، به ما شک میکنی؟ به اونا بگوی چه وضو گرفتنی؟ کی پیغمبر بوده اینجوری وضو بگیری؟ ما اگر سجده بر مهر میکنیم دلیل داریم، شما که رو فرض سجده میکنید بگید چرا؟ یا آقایی تو عربستان، من رفته بودم عمره، گفت شما مشرکید، شما ملحدید، شما کافرید. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که این مهر بتتونه. گفتم بوته؟ گفاره. تو معتقدی ما بوت پرستیم؟ گفاره. گفتم عقل داری؟ گفت بله. گفتم یک سوال میگم جواب منو بده، آیا سجده برای بوت میکنن یا سجده بر بوت میکنن؟ هیچ عالم بوت پرست بس بوتش سجده نمیکنه، بوت اون بالاست، این میاد رو خاک میفته برای بوته، سجده برای بوت میکنن. ما اگر مهر بوتمون بود میگذاشتیم جلو، پیشونیشو میذاشتیم رو زمین، برای این بوته سجده میکردیم. ما پیشونی رو مهر میگذاریم، سجده بر مهر میکنیم، نه سجده برای ما. چرا تهمت میزنیم؟ میدونی چی گفت؟ جوون بود بنده خدا، رفت و فکر و اه خدا ریشه این آخوندامونو بکنه، یه عمر ما رو بر علیه شما شروندن، آ چطوری به عقل ما نرسید؟ چرا من یه عمر دارم شما رو بت پرست میدونم؟
چرا جوری وضو میگیرید؟ گفتم بابا پیغمبر تو ببین اسنادش از عثمان رو بپرس چرا اینجوری وضو میگیرید؟ چرا مردم رو وادار کرد اینجوری وضو بگیرن؟ ما اگه دست به سینه اینجوری وای نمیسیم نماز بخونیم، تو تاریخ داره سند از خودتون میاریم که ابوبکر تا زنده بود دست باز نماز میخون. دست به سینه گرفتن تو نماز از زمان عمر ابن خطاب شد.